با عرض پوزش، قسمت دوم وسایل جراحی مینور دهان فک و صورت رو بهتون نشون میدم. ببخشید قسمت اول من نتونستم کامل کنم، دو قسمت کردم. تا اینجا باهاتون صحبت کردیم در رابطه با وسایلی که استخوان برمیدارن. رونجر گفتم وسیله خیلی مهمی هست توی دندان پزشکی، وسیله ظریف و بسیار گرون هست. سایت کاتینگ داریم، انواع و اقسام داره. برای موقعی که آلویولوپلاستی میخواییم بکنیم و دندان استخوان، جایی که دندان جراحی کرده استخونش خیلی زبر هست، میتونید با این بردارید و بعد با وسیلهی به نام سوهان استخوان، این بهش میگن بون فایل، و از بون فایل اسموتش میکنید. این حرکتش هم به این صورت گذاشتن و کشیدن، نه بکن فورد، به اینجوری میذارید میکشید، اینجوری میذارید میکشید، اینجوری میذارید میکشید و استخوان را اسموت میکنید. دستتون رو میمالید، بعد فلپ ها میذارید روش که فلپ خیلی راحت ترمیم میشه و دیسنس هم پیدا نکنه. پس این رونجر بود، این هم وسیله. اینا بهش میگن وسایل دستی برای استخوان برداشتن. حالا وسایل دیگه هم داریم، مثل این آستیاتوم یا چیزل. آستیاتوم دو تا بول داره ولی چیزل یکی. چیزل کلمه فرانسویه ولی آستیاتوم، آستیو استخوان، توم و شکل دادن به استخوان، دو طرفش بول هست. آستیاتوم چیزل یه طرف، بیشتر برای قطع کردن دندون هست. یک شیار تو دندون میدید، میتونید بزنید با چکش، چکش که به این شکل هست، میتونید بزنید و اون دندون رو دو قسمتش کنید و بیارید بیرون وقتی که مشکل دارید. و برای استخوان هم بعضی جاها استفاده میشه برای برداشتن استخوان. آستیاتوم بیشتر برای شیپ دادن. اینا وسایل برداشتن استخوان دستی هستن. حالا وسایلی داریم روتری، وسایلی هستن که با موتور برداشته میشن، مثل هندپیس. ببینید این هندپیس مستقیم هست، مخصوص این آتوکلاو هست و فرز مخصوص داره، به این فرز به این شکل. این فرز اکریل هم بهش میگن. مثلا یه تیکه استخوان دارید، شما میتونید یه تیکه استخوان تیز دارید، میتونید اینا بزنید به هند پیس با موتور و اینجا را قشنگ این روترین در حدود 15000 دور تا 45000 دور این حرکت میکنه و میتونید استخوان ها باش بردارید و تریم کنید. یه هند پیس دیگه هم داریم، البته فرزای مستقیم دیگه هم داریم، فرز با روند استیل، روند استیل، همینجوری که میبینید فرز روند استیل، اینا هم هستن. اینا میتونید برش بذارید و الماسی، نوع الماسیش هم هست، میتونید بذارید استفاده کنید و انواع اقسام فرزهای دیگه به این میخوره. اینا بهشون میگن وسایل برداشتن استخوان روتری، یعنی با موتور کار میکنن و احتیاج به ماکرو موتور دارن. این هند پیس، این طرزی که رنگ اینجا گذاشته، 21 مخصوص گذاشتن ایمپلنت، 2000 دور در دقیقه، بیشتر حرکت نمیکنه. حرکتش هم بهش RPM میگن، rate per minute، RPM rate per minute. یه وسیله دیگه برداشتن استخوانم داریم، اینه بهش میگن استخوان کالکتر، بهش میگن بون جمع میکنه. وقتی شما میخواید ایمپلنت بذارید، بعضی جاها امکان داره استخوان کم داشته باشید، از این لبه تیز خیلی مخصوص داره، اینجوری کشیده میشه روی استخوان و اون استخوان ها اینجوری جمع میکنه تو این، و از اینجا این استخوان آتوجینیوس خود مریض برمیدارید و تو این ظرف مخصوص، این ظرف جاپندیش بهش میگن، کپندیش، میذارید تو این و با آلوپلاستیک استخوان مصنوعی هم مخلوط میکنید و استفاده میکنید. پس اینا تموم شد وسایلی که برای استخوان هست. یه وقتی شما ببینید توی دارید جراحی چند تا دندون انجام میدید و یکی از دندون ها مشکل داره، بیرون نمیاد، خیلی سخته، یه وسیله طراحی کردن به نام پریوتوم. این پریوتوم ها، حالا من اینجا بهتون نشون میدم دقیقاً که چجوری این پریوتوم ها کار میکنن. ببینید پریوتوم همینجوری که گفتم طراحی شده، گذاشته میشه یک طرفش با دست، یک بعضی هاش هم چکش خور هستن، اینا اینجا چکش میخورن، گذاشته میشه بین پی دی ال و ریشه توی حفره ساکت و اینا اینجوری چکش میزنن، میرن پایین
دو طرف بعضی وقت دو طرف پلاتر برای بیشتر میزولینگ به دیستیال و این حفره رو بازتر میکنن، اون ریشه باز میشه و راحت میاد بیرون تا این برای اینکه جلوگیری کنن از شکستن و صدمه زدن به استخوان، استخوان فک بیمار. اینا 3-4 نوع هستن، زاویه های مختلف دارن، با دست استفاده میشه، با چکش خورش هم هستن. اینا بهش میگن پیریوتوم. پیریوتوم سایز های مختلف داره برای درآوردن ریشه. اینم که از اون بهتون گفتیم، اینم که روت تیپیکر، که اینم به خاطر هم اگر ریشه کوچیکی مون در حین گذاشتن ایمپلنت خواسته بشید دندون رو بکشید برای فاصله ایمپلنت بذارید، اگر شکست این ظریف باید توی ست جراحی هم باشه. بعضی وقتا شما چندتون در دندون رو جراحی میکنید، امکان داره تی حفره توی رادیوگرافی ببینید پری اپیکال اینفکشن هم وجود داره. از وسیله اگر همراه نوک ریشه وقتی دندون کشیدید بیرون نیومد، حتما از کیورت، چنو کیورتری، از این کیورت میرید توی حفره، این طرفش طرف ساکت گذاشته میشه، میرید این طرفش طرف ساکت میره تو و اینجوری میارید بیرون. یه کار دیگه هم میکنن بعضی هاش، وقتی که حفره خونریزی زیاد داشته باشه این طرف اسموتیشو میکنن داخل و کرش میکنن اون نیوترون کانالی که داره خونریزی میکنه و جلوی خونریزی هم رو باش میگیرن. پس کیورت برای تمیز کردن گرانیشن تیشو یا عفونت پری اپیکال در حفره دندونیه که عفونی بوده و کشیدید و یه وقتی هم چیزی افتاد توی حفره با این میتونن درش بیارن. یه نوع فورسپ دیگه داریم به این شکل، اینجاش پن هست، بهش میگن راشین فورسپ. این راشین فورسپ طوری درست شده که اگر تیکه دندون شکست تو دهن مریض افتاد بتونیم بگیریمش و بیاریم بیرون. سرش مثل سر هموستات دندون دندون است که گریپ بده روی سیقله اون مینا و باعث نشه که مشکل بشه. یه وسیله دیگه هم هست توی دندون پزشکی استفاده میشه، مخصوصا توی این جایی که ایمپلنت میخوایم خود رو استخون اندازه گیری کنیم، کالیبر بهش میگن و اینا میذاریم دو طرف استخوان کرست با کولینگوال و اندازش رو دقیق در میاریم که قطرمان چقدر است. این کالیبر، کالیبر هم استفاده میشه. سرنگ هم هست، سرنگ 20 سی سی اصولا گذاشته میشه و با این ظرف سرم، سرم فیزیولوژی میریزن داخلی و میکشن و جایی که داری جریه میکنین شستشو میکنن، مخصوصا جریه دندون عقب با 50 سی سی سرم حتما بعدش باید شستشو بشه که ذرات استخون اونجا اصلا نمونده باشه. اینم از این وسایلتون. یه وسیله دیگه مونده که توی جراحی ما استفاده میشه و باید بدونید، اینم نخ بخی هستش. نخ بخی هم ببینید چند نوع داریم. یه نوع ویکریل هستش که اینا حدود 90 روز کارشونه تا جذب بشن، اینا قابل جذبن. چیزی که خیلی مهمه سوزنا رو باید بشناسید، هر چی صفر، سوزنا رو با صفر نشون میدن، قطر سوزنا با صفر نشون میدن، میگن 4-0. مثلا اینجا ببینید 4-0 هست، این 4-0ه، 3-0، 2-0، 1-0، 0، 5-0، 6-0، 7-0، 8-0، 9-0، 10-0. هر چی تعداد صفر بیشتر باشه قطر نخ نازکتر است، هر چی کمتر باشه قطر نخ کمتر است. طول سوزن از نوک سوزن تا ته سوزن این 19 میلیمتر هست، سوزن 19 میلیمتری، این سوزن 26 میلیمتر هست، این سوزن 19 میلیمتر هست، این سوزن کاتکود است. حالا سوزن ها نخهای بخیه به طور کلی دو دسته تقسیم میشن، جذب شونده، غیر جذب شونده و تروماتیک، اتروماتیک. سوزن های تروماتیک اونایی هستن که نوکشون قطرشون کمتر از تهش سوزنه و سوزن های اتروماتیک قطر سر سوزن با ته سوزن یکیه با نخ و سویج نخ داخلشون. و اینم بحث خیلی مهمیه که انشاءالله توی یکی از ویدیوها طرز استفاده از نخ بخیه، انواع نخ بخیه، کارکترهای نخ بخیه رو من بهتون خواهم گفت، انشاءالله فیلمشو آماده میکنم و براتون میذارم که چجوری انواع تکنیک های بخیه هم استفاده کنید، چجوری از سوزنا، سوزنگیر، نخ بخیه و قیچی استفاده کنید و تکنیک های مختلفی که داخل دهان و یا حتی صورت زده میشه برای برداشتن خال بهتون میگم. فقط خواهش میکنم در یوتیوب چنال من سابسکرایب بشید و اگر پیامی هم دارید در اینستاگرام برای من در دایرکت بذارید.
DR underline نواب اعظم. خیلی ممنون از شما عزیزان. برنامه های بعدی روی تکنیک های کشیدن، تکنیک های تزریق و بخیه و جرای دندون عقل. خداحافظ شما.